در باب این داستان همین موضوع گسترش علم و معرفت و اینها وقتی به گذشته نگاه میکنیم یک نوع حس آه و افسوس همیشه هست. یعنی در حقیقت قریب 1000-1500 سال مثل که مغز انسان یخ بست، چون اگر نگاه بکنیم به تاریخ گذشتگان به خصوص یونان از 700 سال پیش از میلاد تا 323 سال پیش از میلاد یک جنبش فکری خارق العاده بوده، خیلی شگفت انگیز بوده، آدم واقعا دچار تعجب میشه. تا اونجایی که میگن 80% اون چه علم نامیده میشود ریشش در کار یونانیان بوده. در هیچ مدنیت این آدمهایی نبودن که شما عباراتی از اینها بعد از 2000 سال یا بیشتر نقل بکنی آدم رو تکان بده. و این یونانی موقعیت ویژه یونان بوده. البته یونانیان از بابلی ها گرفتن چیزها، از مصری ها هندسه گرفتن، از شاید از ایرانیان چیزها گرفته باشن. اما این مطلب بسیار بسیار مهم هست که بدانیم یونان جایی بوده است که حکمت واقعی و حکمت عقلی در یونان گسترش پیدا کرده بدون دخالت مابعد الطبیعه. تا روزگار ارسطو بسیاری بر این هستن که فلسفه واقعی پیش از روزگار ارسطو بوده. آدم نظیر تالس و دموکریتوس و انیگزماندر و اینها کاملا تحقیق در جهان رو کاملا ابجکتیو به قول امروزی انجام میدادن. هیچ گونه نگاه دینی و مذهبی در کار حکمای یونان نبود و این ماجرا ادامه داشت. دلیلش هم این بوده است که در یونان قدیم یک مملکت بزرگ با یک حاکمیت در واقع متمرکز که بتواند آدم ها رو کنترل بکند نیست. چون میدانید که مغز انسان، اندیشه انسان رو دو چیز به اسارت گرفت، یکی داستان استبداد بوده است، یکی هم بیماری خرافات و دین. در واقع این دو مانع، مانع گسترش اندیشه بوده که این داستان دین و بعد و طبیعه اندیشه انسان رو فلج میکنه، یعنی قدرت استدلال رو از انسان میگیره. واقعا یکم استبداد هست. در یونان اینها نبود به جهت اینکه مدنیت اینها مدنیت شهری بوده. شما هر دانشمند یونانی رو که نامش رو ببینید میبینید نام شهرش هم پشت سرش هست. این شهرهای کوچک مستقل اینا فضایی سالم برای داد و ستد و اندیشه پیدا کرده بودند که توانسته بودند این آدمهای بزرگ در روزگار رشد بکنند. خیلی خیلی باعث شگفتی است که یک آدم مثل دموکریتوس پیدا شده است و در واقع جهان مادی رو به زیبایی همین امروز تحلیل کرده. دموکریتوس میگوید که همه جهان قابل تقسیم هست، به یک جایی میرسیم که دیگه قابل تقسیم نیست، ما به اون میگوییم اتم. و این اندیشه دموکریتوس تا سال 1939 حاکم بود تا دکتر هان در کایزر ویلهلم لابراتوری اورانیوم رو شکست و عرض کنم که معلوم شد که اتم رو هم میشود شکست و چیزهای کوچکتر در آن هست. باری یک همچین مغزهای بزرگی مثل دموکریتوس در آن روزگار بودن و بسیار بسیار پیشرفت کرده بود. واقعا انسان نگاه میکنه به کتاب منطق ارسطو از این ظرفیت فکری هیبتی به انسان مینشینه. حقیقتا علم منطق کتاب ارقانون ارگانن به معنی وسیله، البته ارسطو چنین نامی رو به کتابش نگذاشت. سه قرن بعد از او کسانی در اسکندریه اسمش گذاشتن ارقانون. یعنی این ظرفیت های فکری بزرگ اینها اگر همچنان ادامه میافت میباید انقلاب صنعتی شاید فرض کنید که 1500 سال پیش 2000 سال پیش شاید واسه انجام میشد. اما ناگهان کار دگرگونه شد و اسکندر ظهور کرد. اینا سوابق قرن 17 هست. باری با ظهور اسکندر همین استبداد اسکندری آمده است و تمدن یونان رو از آتن منتقل کرده است به اسکندریه. اونجا هم هنوز بد نبوده، یعنی در واقع برخورد حکمت عقلی یونانی بوده است با اشراق شرقی و آدم های بزرگی از اونجا بیرون آمدن مثل پلوتینوس که تمام هسته و عرض کنم ساختار این عرفانی که ما بون خیلی علاقه مندیم و مینازیم و این حرف ها از پلوتینوس هست. یا اقلیدوس در واقع کتابی 13 مجلد در باب هندسه و آرکیمیدس و ارشمیدس اینها بودن تا سرانجام بلای بدتری آمده است و اون بلای مسیحیت بوده. و عرض میکنم که روم با اون تمدن درخشان به مسیحیت گراییده و رفته رفته کار بدتر و بدتر و تاریکتر و تاریکتر شده.
حقیقتا آدم تعجب میکنه از جمود و حماقتی که در اروپا مثل بربرها زندگی میکردن. اینا این داستان کلیسا و این جنایات کلیسا، قیافه های مسخ شده، دانشگاه بود، اما اندیشه درش دانشگاه اروپا خیلی قدیم هستن، مثل همین داستان کمبریج شاید نزدیک 1000 سال بوده، اما می نشستن در اینجا همین بحث های اسکولاستیک به قول معروف که آیا مسیح به آسمان رفت، زخماش هم مثلا خوب شد، فرشتهان حقیقتا پر دارن، اگه پر دارن پراشون مثلا چند وجبه، تو دانشگاه از این حرفا می زن. حالا جالب اینجاست که قرون وسطای ما ایرانیان بعد از رنسانس ما بوده، خیلی خنده‌آور واقعا، یعنی 1000 سال پیش مثلا فرض کنید بیرونی مرد به این بزرگی یا حکیم رازی همین قضایای اصل عرض کنم که ماده و انرژی و اینها، رازی به غروب اینا اشاره کرد، عصر آزمونگرایی و خردگرایی در روزگار سامانیان، این در واقع رنسانسی بوده، آدم های بزرگ و جهانی ما از همون روزگار اصلا برمیگردیم بهشون، خدمتتون میگم. اما بعد میرسیم در روزگار صفوی، همون مباحث اسکولاستیک که نمیدونم پر فرشتگان چند وجب هست در مدارس اصفهان اینا با این آخوندها، کشمش در پلو آیا حلال است یا حرام است، بحث های شدید و غلیظ از این دست، و همه معرفت گویی در اون مملکت نبوده. باری در این دوران قرون سیاه وسطا که بین قرن پنجم تا دوازدهم، طبقه بندی ها مختلفه، چون این تاریخ ها رو سه دوره میگن، قرون وسطا و عصر مدرن، عصر مدرن رو بسیاری از دانشمندان از زمان رنسانس، بعضی کسان از قرن 17 و پست مدرنیسم رو از سالهای مثلا 60 و اینا حساب میکنن، اما این تقسیم بندی ها واقعا به دقت ریاضی نیست. باری در قرون وسطا هیچی وجود نیامده. در تمام این دوره ها ما یک اثر داریم که میشود به اون شاهکار گفت، دیگر هیچ، اونم کمدی الهی دانته است، و چنان که گویی مغز اروپاییان یخ زده بود. اما از اون سو که نگاه کنی، به حدود سالهای 100 و اندی گذشته از هجرت، اینها یه آدم های پیدا شدن بسیار دانا، مأمون در داناترین اینها بوده. فردوسی میفرماید چون مأمون جهان روشن و تازه کرد، خور روز بر دیگر اندازه کرد. اینها آمدن و گفتن که آقا این داستان دین و اسلام، این حرف ها، اینها رو گذاشتن کنار، آدم های کاملا سکولاری بودن، و آمدن به ترجمه کارهای یونانیان که بیشتر مترجمین هم ایرانی بودن، و بر اثر ترجمه هایی که شد، که البته بعضی از اینها اشتباه هم بود، یعنی خیلی چیزها رو به غلط به ارسطو منتسب میکردن به خاطر ترجمه های بعد که به ارسطو ارتباطی نداشت، معذالک ترجمه ها میکردن از آثار رومی، ایرانی، از کنم هندی، اینها گسترش پیدا کرد. در یک مدت کوتاه علم معرفت گسترش پیدا کرد. حالا اروپایی ها بر این هستن که ایرانی ها خیلی کار مهمی انجام ندادن، اینا در واقع توانستن حکمت یونانیان رو منتقل کنن به اروپاییان، اما این یک قدری گزافگویی است. از این سو هم اگر ما ادعا بکنیم که خیلی فیلسوف های آنچنان داشتیم، این هم اشتباه هست، چون نبوده واقعا، یعنی ما نظام فلسفی مستقلی ما در ایران نتوانستیم تولید بکنیم که بگوییم که این نظام هنوز هم در واقع محکمترین نظام فکری همون نظام فکری زرتشت هست، همون چیزهایی که گفته است و سبب مدنیت ایران همون اندیشه های زرتشت شده است. اینها یا اینها مشیایی بودن مثل ابن سینا که پشت سر ارسطو حرکت میکردن، یا صوفی بودن. در این میانه بیرونی خیلی خیلی مهم هست، محمد ابن زکریای رازی که به هیچ وجه من وجود اینها رو قبول نداشت و مستقل الفکر بود، و خوارزمی در ریاضی و اینها کارهای مهم کردن. حالا بمانند، یعنی بیرونی چندین قرن پیش از کپلر خیلی چیزها گفته است در همین کتاب التفهیم، و اینها به عربی نوشتن از طریق همین بنی امیه که در اون روزگار در جنوب اسپانیا اینها کر و فری داشتن، کتابا در اونجا بود، تا حدود قرن 12 است که اروپاییان برخورد میکنن به این آثار و خیلی تعجب میکنن از این آثار و این پیشرفت ها که این آخوندها و اسلامیون با یک تبختری و افتخاری و آقا و دانشمندان اسلامی و اینها مغالطه است. ما چیزی به نام تمدن اسلامی نمیشناسیم، کما این که تمدن یهودی هم نمیشناسیم، تمدن مسیحی هم نمیشناسیم. تمدن با دوره ها نامگذاری میشه، تمدن با دین نامگذاری نمیشه. تمدن است اینها رو قربان و یه مش مستشرق بی سواد. شما نگاه که در تاریخ ایران و اسلام همچین چیزها نیست. تمدن اسلام تمدنی نبود در این اسلام. ما میدونیم اونا کی بودن،
چه داشتن و چه آوردن به مملکت ما. بر اثر برخورد این عرض کنم که مدنیت های رومی و ایرانی و هندی و اینها در اونجا علومی پیدا شد، درسته خیلی هم کوتاه بود، اتفاقا وقتی اسلام حاکم شد علوم هم از میان رفت. این گسترشی که در علم پیدا شده است از روزگار مأمون و با پایان یافتن سامانیان آمدن غزنویان رفته رفته از بین رفته و این آسیای مرکزی ها بیشترین صدمات رو به ایران وارد کردن و بسیار بسیار بیشتر از عرب ها از بین رفته. اگر اسلام زایای مدنیت بود پس چرا قریب 900 سال است یک آدم جهانی در کل جهان اسلام شما پیدا نمی کنی؟ هر چی بگردی چی پیدا نمی کنی. دین نمی تواند زایای اندیشه باشد، مطلق چنین نبوده. کما اینکه مسیحیت هم که حاکم شد بر اروپا هیچ. این میانه آدم هایی بودند که دین رو کنار گذاشته بودند. معمول آدم سکولاری بوده، هارون آدم سکولاری بوده، شبهای شراب اینها معروف هست، آدم های خردمندی بودن، این زمینه رو ایجاد کردن در خراسان که در واقع این قلب تپنده همین مدنیت هست. در اونجا آدم های از تبار ایران قدیم مثل سامانیان و نمیدونم آل محتاج و آل فریغون و اینها بودن، این چیزها رو دوست داشتن و پشتیبانی میکردن و منقطع شد. همه آدم های جهانی همین جهان اسلام هم متعلق به قرن چهارم هستن، رازی و فارابی و اینها. دیگه ما نداریم کسی رو، یه خیام میانه داریم تا میرسیم به خواجه نصیر طوسی که کار مهمی هم نکرد اما هر این آدم مهمی است. دیگه هیچ کس الان 800-900 سال است که هیچ آدمی که در جهان اسلام تولید بشود که در علوم عقلی یا نقلی پیدا نشده. بنابراین این مغالطه تمدن اسلام، تمدن اسلام که اینها رو این آقای کربان داردسته و این علی شریعتی و اینها به میان آوردن یه چیز مغالطه آمیزی است. تمدن در واقع با اون دوره تاریخیش تعریف میشه، نه با دین. تمدن مسیحی یا بودایی اینا ما نداریم. باری حدود قرن 12 هم آشنایی هست با اینا. بنابراین یونان اروپاییان از دو منبع میگرفتن، یکی یونان بود. یونان خیلی مهمه برای این اروپایی ها، اساس مدنیت اروپایی ها. اینقدر ناز یونان رو میکشن و یونان رو دوست دارن و هلنیستیک هست که در واقع افتخارشون یونانیه و هست. تمدن مبتنی هست بر فرهنگ فلسفه یونان، قانون از روم، مدنیت و فلسفه از یونان. اما تا قرن 12 هیچ خبری نیست، قرن 13 هم خبری اونچنانی نیست، تک و توک تا ما میرسیم به عصر رنسانس که ما در ایران میگوییم رنسانس. در ایتالیا، ایتالیا ها زبانشون به زبان لاتین خیلی نزدیک، خوب میفهمن این زبان رو. اونچه هم در دوران قدیم نوشته میشد به زبان لاتین یا یونانی نوشته میشد و مرکز ترید بود بعضی شهرهای ایتالیا کنار ساحل و رفته رفته اینجا شد در واقع زادگاه اون چه ما در واقع باز تولید مدنیت مینامیم یا رنسانس ایتالیا. یک امپراتور هم ما داریم اونجا به نام فردریک دو. ما دو تا فردریک دوم داریم، اشتباه نکنیم، یکی فردریک کبیر آلمانی، یکم فردریک در واقع امپراتور هولی امپایر بود، امپراتور روم. و این مرد خیلی خیلی کمک کرده، هر دانشمندی در هر جا بوده جمع‌آوری می‌کرده و در باب مسائل بحث و فحص می‌کردن که این بحث‌ها اساساً نمی‌شد مطرح بشه. روزگار بوده است که خیلی راحت در واقع برچسب کفر و زندقه می‌زدن، کما اینکه بعد از دوران طی دوران مأمون و آمدن المتوکل و فرزندان او بین 4 تا 5 هزار نفر از حکما و شعرا اینا کشتن به جرم زندقه و کفر، کشتن از میان بردن. طبری میگوید چه مایه حکما و شعرا در این دوره ها اینها زدن و کشتن که جلوی اندیشه رو بگیرن، چون وقتی که اندیشه آمد البته خرافات بایستی عقب نشینی بکنه. اگر ادامه میافت سنت ابن سینا و حکیم عمر خیامی و هر بشود که اون چه از ارسطو آموخته بودن و حکما یونان اینها، هیچ عیبی نمی داشت اگر انقلاب سنتی در ایران خاورمیانه می شد. می‌بینیم که ابن سینا و اینها راجع به علم مکانیک مطالب نوشتن، راجع به علم موسیقی، نجوم، ریاضی کارهای بزرگ کردن واقعا. اما این به نفع نظام خلافت و دستگاه پادشاهی نیست. این است که ناگهان مأمور میکنن یک آدم خیلی بزرگی، نافذ الکلام و جمیع الاطراف مثل امام محمد غزالی طوسی که فتوا بدن آقا اساسا فلسفه چیز حرامی است. هنوزم حرامه، فلسفه در اسلام هنوزم حرامه.
همه در زایش ها از فلسفه است. در واقع اهمیت یونانیان بیشتر به واسطه اون چیزی است که باعث شدن، نه اون چیزی که به دست آوردن. تحریک فکر، سوال موتور روشن فکری است. در دین شما سوالی ندارید. دیدین دنیا چقدر عمر میکنن؟ 150 سال، 480 سال. آخوندار رو ببینید،